به نام مناسبترین واجه ها رسم محبت به نام خدا خدایی که داننده راز هاست نخستن سر آغاز, آغاز هاست بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم و با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحر ایشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند بوده زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تاعت عبادات و بندگیهایتان قبول و مقبول درگاه احدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد روحانی حضرت استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همچنین محضر بینندگان و محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ان شاء الله همیشه سالم و صحتمند و تندرست باشم سلامت بشین استاد خیلی ممنون از حضورتان خوشحالم که باز سلام. هم بعد از یک وقفه روی نی... بس حکمت های قرآنی نصیحت های پدرانه جناب لقمان حکیم هست خب پیرامون این موضوع با حضور همکاران عزیز و نازنینیم یک جلسه خلاصه با حضور ارزشمند شما بحث شده خدمت بیننده های عزیزی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن عرض بکنم که در رابطه با این موضوع ضرورت این موضوع بحث شده اینکه که همگانی بودن نیاز به موعظه یعنی از خردترین کوچکترین اعضای یک جامعه از یک فرد گرفته تا اولیای خدا نیاز به موعظه داره این موضوعات و همچنان در رابطه با شخصیت شناسی جناب حضرت لغمان حکیم با حضور ارزشمند جناب استاد و ها صورت گرفته و برنامه هم در صفحات تلویزیون جهانی هادی بارگزاری شده و میتونید از اونجا استفاده بکنید و برنامه قسمت اولش هم ببینید استاد امشب با این سوال در خدمت شما هستم که موعظه چی هست از نظر معنا و اصطلاحا و عرفا به چی میگن موعظه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد, محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجهم در خصوص واجه شناسی و معنای کلمه موعظه واجه شناسان و مفرد شناسان گفتن که موعظه وعظون مقترنون به تخویف سخت جد. نوعی که آگاهی دادن نوعی زجر نمودن و نهی نمودن زجرون مقترنون به تخویف یعنی نهی کردن بازداشتن از یک کار تو اما با ایجاد ترس و ترساندن ای رو اصطلاحا موعظه میگن در لغت درست. و در اصطلاح هم خب ما میبینیم همین کارهایی که بزرگان دین میان انجام میدن با زبان ها لوقال دارن به ما میگن که ره راست رو تا به منزل رسی تو در ره نی زین قبل واپسی اگر میخوایی که روی سعادت رو در زندگی ببینی باید قدم رو بله. راست برداری باید یک رنگی دیشته باشی باید این راه رو باید بری بله از دروغ و نفاق و اینها آدم خلاصه اجتناب کنه دوری کنه این همین است که انسان او چیزی که میتونه او رو به سعادت برسونه یا میتونه آسیب شناسی باشه در زمینه موفقیت و کامیابی و سعادت این رو بر زبان جاری کنه به دیگران بگوید نارست. پس به این اعتبار که ناسه و واعظ امر و نهی داره انجام بده بلد. و غالبا این امر و نهی کردن میتونه از یک مقام عالی باشه از یک جایگاه برتر باشه به این لحاظ خیلی هم مردم دل به موعظه و وعظ و واعظ نمیدن درست و بسا گاه ترکش های این مسئله دامن واعظین رو هم گرفته باشد که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند مشکل دارم زی دانشمند مجلس باز بله. مثل اینها ما فلاوان داریم درست. از یک طرف قرآن هست که او چیزی که میتونه انسان رو به سعادت برسونه بر زبان جاری بشه اون نیاز همگانی و عمومی و ضرورتی که انسان نسبت به موعظه داره تأمین بشه دارست. اما از یک طرف اگر انسان در قامت یک واعظ بیایه این نهی و زجر و امر رو نسبت به مردم نشان بدهد و بیان کنه خب مردم با واکنش و عکس عمل نشان دادن مقابله میکنن بره. مقاومت استاد در رابطه میکنن. با همین زجر بیشتر آگاهی و روشنی بتن که یک وقت سوی تفاهم نشه و یک وقت تا زجر میگه آدم خود ناخداگا زین آدم به سمت یک زده خورد فیزیکی نه. و به کجاها امکان داره نه. که برسه لذا را کم روشن بکنید که یک وقت نه مراد تفاهم از نشه زجر یعنی ناهی کردن که انسان رو بخواد از کاری که انجام میده جلوگیری کنه یا کاری که انجام نه. نمیده او رو وادار کنه تحریک کنه تشویق کنه و انجام ای کار مراد از زجر در کنار معرن همین وادار کردن هست حالا چه در قالب یک امر وجودی باشه که اسم میشه امر چه هم در قالب یک امر سلبی و ادمی باشه که میشه نهی کردن و در قرآن هم فراوان هست از این موارد ما فراوان در قرآن داریم کلو و شربو و لا تصرفی خود یک از بهترین موارد به. هم میگه بخورید این خوردن آشامیدن امر کردن از اون طرف دعوت کردن از این که این خوردن و آشامیدن انسان رو به برته اسراف نرسانه خود میشه به قدر نیاز بله اما به هر حال نگاه کنین ما نیازی به موعظه داریم وقتی که قرار شد یک شخصی بیای مرون نصیحت کنه موعظه کنه پند و اندرزی بده غالبا مردم در مقابل واکنش نشان بدن حتماً که بل. بله. بله که انون به میکده خواهیم تافت تا زین مجلس که وعظ بی واجب است نشنیدن بله اینو خب حالا ما تکلیف چیه چیکار کنیم از یک طرف این دردی که در مردم دیده میشه و باید یک مرهمی بر این زخم و درد گذاشته باشه و از طرف این ای که مردم باز بیان انگشت اتهام و اشارت به سوی انسان اشاره کنن این نباشه هم موعظه بکنیم و هم دامن ما رو نگیره دو تا راهکار در معارف ما آمده پیش بینی شده بسیار. اگر فرصت هست عرض کنید اولین راه کار اینه که انسان بیایه او چیزی که قرار هست در قامت موعظه و در قالب موعظه به شخصی ارائه کنه ای رو حدیث نفس کنه یعنی همو حرف ها و همون خواسته هایی که انسان میخواهد که جامعه عمل پوشانده شود از جانب غیر بیایه مخاطب خود رو قرار بده اول های خودش میشنوه بله. بله. و به تعبیر اکس. علمای علم اخلاق میگن حدیث نفس کنه درست. اول از خود خوبی های بگه بگه خب حداقل حداقل اگر اختیار تور ندارم بری خود که میتونم حرف بزنم بن ای که خب باز ما میبینیم که جای این مسئله در ادبیات ما هم باز شده که سعدی ها گرچه سخندان و مساله گویی به عمل کار برایت به سخندانی نیست مردمان عصر سعدی حرف بن. میزدن اما اهل عمل نبودن لما تقولون ما لا در خصوص اونها خود جامعه عمل پوشانده بوده حال حالا سعدی مایی مردم بگه ای که تو حرف میزنی خوبه ای که ادعاداری خوبه ای که عقیده پاکی داری خیلی خوبه اما بهتر و زیبنده تر و نیکوتر اینه که تو عمل خوب دیشته باشی اگر بری مردم بگه کو عمل تو میگن تو چه کار داری نه؟ بله. اون نتیجه حاصل نمیشه چکار میکنه؟ خود رو مخاطب قرار میدهد که سعدی یا گرچه سخندان و مساله گویی و عمل کار برایت به سخندانی نیست همشهری همین جناب سعدی خاج حافظ شیرزی هم اینم از این موارد فراوان داره که حافظا می خورو رندی کنو خوش باش ولی دام تزویر منه چون دگران قرآن را او زمان مردم در قالب آیات قرآن و در پوشش مم. آیات قرآن فسق و فجور فراوانی انجام میدادن. بله. جناب حافظ مای ای رو بگه میگه ای که تو میای هزار عمل تباه و فساد و فاسد خود رو در قالب یک آیه قرآن تطهیر کنی و درد نمیخوره. درست کارهای متنوع خرابی انجام بدی مهی بخوری منبر بسوزانی مردم مازاره بکنی بله اینها بکنی بهتر از اینه که قرآن رو بیای وجه المصالحه کارهای غلط خود انجام بدی یک راهکار نش. همینه که بزرگان دین به خاطر تأمین این نیاز به موعظه و دور شدن از آفتها و آسیبهایی که در قالب موعظه دامن اونها رو بگیره میان حدیث نفس میکنن این راهکار اول بود کرس بسیار عالی استاد راهکار بسیار زیبا و اینا همیشه استاد یکی از تأثیر گذارترین موارد همی است که ما چطور بتانیم طرف را خلاصه قناعت بیتیم یعنی موعظه کردن ما پند و نصیحت ما با صورت باشه که تاثیر بگذاره در خیلی از موارد وقت خوب چون امی موارد که فرمودین رعایت نمیشه طرف خودش اهل عمل نیسته و قطعا چهار مشکل میشه میگه خب تو اگر وقت خلاصه طبیبی متوجه سر خودت باش بسیار عالی در اجازه بدین یک بیان برنامه ببینیم بعد مورد دو بیننده های عزیز گرامی سپاس از امراهی تان میان برنامه کوتاه را با هم مشاهده میکنیم و دوباره برمیگردیم بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید مثبت 964 780 255 40 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست هر انتقاد و پیشنهادات و یا سوالی دارید میتوانید در طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید ادامه برنامه با وقت بیداری با موضوع حکمت های قرآنی نصیحت های پدرانه لقمان حکیم را بیننده هستید و همچنان در خدمت جناب استاد روحانی هستید استاد دوباره خوش آمدین. سلامت. دو تا مورد در مورد اول رو اشاره کردید و مورد دوم برای اینکه چگونه پند بده، بله راه چگونه موعظه کنه؟ دوم... دومه... بله، راهکار دوم که پیشنهاد میشه اینه که انسان این وعظ و ارشاد رو به نزدیکترین کسان رو ارائه کنه. اگر به دیگرانی که نیاز دارند و نیاز رو انسان در اونها مشاهده بکنی، اگر این وعظ، این انشاد و این پند ارائه بشه، ای انسان بگن من اگر خوب و اگر بد تو برو خود رو باش بله. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت این حرف ها رو بزنن حالا ما چیکار کنیم این نیازی تأمین بشه و این حرف هم دامن ما رو نگیره میگن انسان به نزدیکترین افراد به خود این نصیحت رو ارائه بله. کنه همون که میگه اصلاح رو از منزل از خانه شروع بله. کنه خب نزدیکترین کسان انسان هم اولاد او هستن برد. حالا شاید اولاد در این عرصه یا در این زمینه ای که ما داریم وعظ میکنیم و ارشاد میکنیم اون ضرورت و نیاز در او نباشه اما چون دیگران نیازه به او دارن و ما قرار غیر مستقیم این ارشاد رو در اونها ایجاد کنیم انسان شروع میکنه به فرزند خو نسایی هیر مطرح کردن و از طرفی چون ما یک پدر هستم یک ناسه مشفق هستم با کمال دلسوزی و شفقت او چیزی که سعادت فرزند مرد داره تأمین میکنه به او دروم ارائه میکنم چیزی که در سیاه. قرآن دیده میشه در روایات دیده میشه امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه از سفین برگشتن یک نامه ای به امام مجتبا صلوات الله علیه نوشتن و او رو میشه انسان منشور تربیت اسلامی ارائه کنه و بخواند یعنی او چیزی سیاه. که در مباحث تربیتی نیاز به ف... نیاز فرزند هست نه. از بیان پدرانه امیر المؤمنین علی علیه السلام به من رسیده امام مخاطب رو در این نامه طولانی که مفصل ترین نامه نهج البلاغه هم هست فرزند و امام مجتبا قرار دادن ای hey, میگن یا بنی یا یا مخاطب امام مجتبا هست اما سخن را روی با صاحب دلان است نگویند از حرم الا به محرم امیر تنها امام و مشتبه رو نمیدیدن که این نسایه رو مطرح کردن ما و شما رو هم و نیازهای امروز بشر رو هم میدید همه رو در نظر اما همه رو یک جا داره به فرزند خوب و عنوان مخاطب اولیه ارائه میکنه این فرزندی که میتواند بعض از وجود انسان و به تعبیر خود امیر بل وجدتو تو که کلی تمام وجود من در خلاصه میشه همه وجود من هستی امیل المومنین علیه السلام مگن یا بنی احی قلب که بالموعزه دل و جان خود رو با موعزه احیا کن و زنده کن این تعبیر یا همین ارزی بود که اشاره شد یعنی به خاطر اینکه واکنش هایی از جانب وعظ شنوند شوندگان در قبال واعظ صورت نگیره انسان مخاطب رو نزدیکترین کسان خود قرار میده لقمان هم همین کار رو داره انجام میده درست مواعظی که ارائه میکنه به فرزند و هست لذا شما این کلید واژه رو در نصایح لقمان خوب برجسته مشاهده میکنید که یا بنی <سؤال> انها انتکم از قال حبت من خردلین و استاد قبل که وارد موعظه های جناب لقمان شویم یک اولویت بندی بکنیم نظرتان چیه که خب امی مواردی که برای موعظه کردن باید رعایت بشه شارلیست بشه کدام ها را باید در اولویت قرار بتیم بله فرمایش خوبه کنین وقتی کسی داره موعظه میکنه که انه در جایگاه یک طبیب معنوی قرار گرفته و کسی که موعظه میشود متعز هست در جایگاه یک شخص بیمار مثلا تصور کنید اگر بیماری باشه به پزشک مراجعه بکنه این دکتر صاحب چند رقم درد رو در مشاهده کنه اول اون دردی که یک مقداری در اصلاح او اولویت داره اول باید او رو بیایی درمان کنه یعنی دکتر حاضق و فهمیده اول او دردی رو علاج میکنه و مداوا میکنه که در اولویت است نیاز رو مسنجه لقمان حکیم هم نصایحی که در قرآن از او مطرح شده و باز تا بیافته در لابلای آیات قرآن که با یک روی کرده اولویت سنجی. و اولویت شناسی اینها رو آمده با درک از نیازها بله نیازها رو دیده و با توجه به این نیازها آمده اندرز و پندخور ارائه کرده لذا نها اول از مباحث اعتقادی شروع میکنه انشالله در مسیر بس اینها رو اشاره خواهیم کرد لغمان اول میایی از مهمترین مسائل کلیدی در زندگی بشر که همون اصل توحید است شروع میکنه از اینجا شروع. درست. بعد از این که از توحید شروع کرد بعد میره وارد برخ از مباحث عبادی میشه بعد از مباحث عبادی وارد مسائل اخلاقی میشه یعنی از توحید شروع میکنه تا رده های اخلاق عملی و در کنار او من. از عبادت هم میای مد نظر میگیره و جملات میای میگه کما این که نها کنین، این مسئله در آیات قرآن هم موج میزنه سیار. سیزده سال پیغمبر در مکه بودن شما وقتی که میرین آیات مکی رو نگاه میکنین یکی از خصوصیات آیاتی که در مکه بر پیغمبر نازل شده این است که بیشتر اعتقادات و عقاید مسلمان ها رو قرار تصحیح کنه او شالوده بله. ها و بنیان های اعتقادی در مسلمین شکل بگیره بعد از اینکه که یک بس عقی... اخلاقی بله بعد از اینکه عقیده درستی در وجود آدم شکل یافت از حیث عملگرایی هم ان الله مشکلی نداره او کسی که خدا رو به بزرگی باور کرده توحید تمام ابعاد وجودی او رو داره روشنایی میبخشه این شخص میشه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون او کسی که نور توحید وجودی رو آمده روشنایی بخشیده این شخص خیلی راحت نسبت به محرمات الهی انجام میده، محرمات رو ترک میکنه از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما اصلا دنبال دزدی نمره چرا چون میداند که وای اگر از پس امروز بود فردا اول پیغمبر آمد با نشانه گرفتن تصحیح اعتقادات عقاید مردم رو یک مقداری تصحیح نه. کرد اینها رو قوت بخشید جان بخشید توحید رو و بعد هم معاد و رستاخیز رو شما نگاه میکنید چقدر آیات مکی داره از توحید صحبت میکنه و چقدر داره از قیامت صحبت میکنه اذا الشمس کورت و, و اذا النجوم کدرت و اذا و الجبال سیرت همه اینها رو داره میگه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به انسان بفهماند که این زندگی دنیا خلاصه در این 60 سال نمیشه ابدیت در پیش داره لغمان هم همین کار رو میکنه اول اولویت او اینه که اعتقادات انسان خصوصا فرزند نه. مستقیم او اصلاح بشه که اگر اعتقادات اصلاح شد میتونه عملگرایی انسان و بعد اون اخلاق مهوری انسان هم انشاءالله اصلاح, اصلاح بشه بسیار عالی استاد اگر موردی در رابطه با یکی که چگونه که مثلا آداب موعظه هست چون مهمترینش امروز مثلا مقتضای جامعه امیر ایجاب میکنه که اما اول چگونه موعظه کردن رو یاد بگیریم اگر موردی در اون قسمت نمانده خلاصه بریم که جناب لغمان چی موعظه های بله. داره چه حرف صحبت سخنه بله. جناب لغمان چیه حکیم و وعظ و ارشاد و موعظه هم قطعا بر خود خود آدابی داره در دین اسلام هر چیز دارای ادبه دارای آدابه یعنی یک فرهنگی بری و تعریف شده حتی بیانه. دعا کردن و مناجات کردن و با خدا هم یک آدابیه و وقتی مست. که قرار از خدا چیزی بخواهیم در قالب دعا خب باز همین خواستن از خدا هم یک فرمولی داره یک مست. آدابی داره مثلا میگن از خدا که ما یه چیزی طلب کنی کم نخواه تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست پیغمبر اسلام سلامت الله علیه در مسجد آیات رو از سوره قارعه خواندن القارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس ناس کل المبسوس و تکون الجبال کل اهن المنفوش اینا رو که میخوندن یک شخصی در نماز بود ای آیات رو شنید سخت تکاندهنده است رفت به خانه گفت خدایا من که اون طاقت عذاب قیامت رو ندارم همین دنیا اگر خبت خطایی از من سر زده مر گرفتار یک مریضی بکو به یک بیماری مر مبتلا بکن که دیگه اون تنف همی طرف صاف بشه بله اون طرف همی شزی طرف چیزی تصویه کو مریض شد سه چهار روز مسجد آخ. نیامد پیغمبر از احوال و پرسیدن فلانی چرا دیده نمیشه کجایه گفتن مریزه رفتن عیادتیه گفتن تو که سالم بودی مسجد بودی و بعد دیگه کم کم تو رو ندیدیم گفت یا رسول الله یاد شما هست فلان سوره رو خواندین سوره نه. سخت و تکان دهنده ای بود یا رسول الله به خانه کامدون به خدا گفتم متاقت عذاب قیامت رو ندارم همین دنیا بیا با ما تصفیه حساب کو من رو مریض کو گرفتار کن که اون طرف عذاب نبینم پیغمبر فرمودن چرا چرا این دعایی کردی خدا که بخواد به انسان لطفی بکنه محدود که نیست مگر در نماز نه. نمیخوانیم در دعا نمیخوانیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی فلاخر. آخرت حسنه و قنا عذاب النار هم حسن رو در دنیا میخواهم هم در آخرت میخواهم هم بر کناری از قهر و قذبتون در قیامت این میشه ادب و دعا کرد شاید همی زیبایی ها رو خواستی دیگه خدا قبول کرد و اصلا اون هایی که در کارت بود نادیده گرفت تمام شد نبود خیلی خوب استاد یک میان برنامه کتاب ببینیم و بعد دوباره بریم سوار سخنان جناب لقمان همیشه حکیم سلامت باشیم بیننده های عزیز گرامی سپاس که نگاه های ناب و مهربانتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید میان برنامه کوتاه را با هم مشاهده میکنیم و دوباره برمیگردیم جناب لغمان همیشه حکیم خطاب به فرزندش میفرماید ای فرزندم من چهار هزار حدیث من از چهار هزار حدیث چهار ست نکته و از چهار ست نکته هشت چیز را فرا گرفتم که به شرح زیر هست دو چیز را هرگز فراموش نکن خدا به مرگ را دو چیز را زود فراموش کن بدی دیگران در حق خودت و خوبی خودت در حق دیگران و چهار چیز را بیش از پیش نگه دار شکمت را در سر سفره مردم زبانت را در جمع چشمت را در خانه دوستان و دلت را در سر نماز امیدوارم تک تک از این موارد سرلوح زندگی ما و شما هم باشه و یک سلام هم عرض بکنم خدمت اوی دز عزیزای بیننده که تازه به جمع ما پیوستن شما بیننده برنامه به وقت بیداری با موضوع حکمت های قرآنی نصیحت های پدرانه جناب لغمان حکیم هستید و در خدمت جناب استاد روحانی هستیم استاد درود بر شما دوباره خوش آمدید در رابطه با آداب, آداب و فرهنگ موعظه اگر مواردی مانده بفرمایید بله، عرض کردیم که در اسلام هر چیزی فرهنگ داره آداب داره از ده. اون جمله اونها هم وعظ و ارشاده یکی از مهمترین آداب و موعظه اینه که انسان دارای زبانی نرم باشه واعظ باید نرم و ملایم سخن بگه درست و تعام با شخصیت بخشیدن به طرف مقابل باشه یعنی برخواسته از مهر و محبت و عاطفه ده. باشه اگر به این شکل باشه و به طرف مقابل شخصیت بدهن نه که خواسته باشن شخصیت او له کنند و از بین ببرن قبط او کسی که موعظه میشه حرف انسان رو میتونه بپذیره از همین قسمت اول شروع کنم زبان موعظه زبان ملاطفت و نرمی است خدا وقتی که حضرت موسی و هارون علیه السلام رو مایه بفرسته پیش فرعون یک توصیه به دو تا پیغمبر میکنه میگه فقولا له قولا لینا با فرعون نرم و ملایم صحبت کنید چرا لعله یتذکر او یخشا اگر حرف شما ملایم باشه این حرف شما به دلی و شاید بشینه شاید متذکر بشه شاید خوف و خشیت الهی در او شکل بگیره اینجا هم رقمه واعظ باید ملاطفت رو در کلام داشته باشد او لینت گفتاری حتما حتما باد بشه توندی کردن و سخن تند گفتن و سخنت بفرمایید تو اما با کنایه و متلک گفتن تاثیر نخواهد این داشت اثر تربیتی داشته باشه واکنش های طرف رو یک مقدار شدیدتر میکنه نتان. مگه دندان رو ببینید زبان رو نگاه کنید زبان نرمه و دندان سفت و سخته اما تهدید و آسیب و کدوم در زندگی بیشتره تخریب و کدوم بیشتره؟ نرمش. از یک طرف بله اما آسیب پذیری خود دندان خیلی بیشتر از زبانه زبان تال شاید بریم و شما پیش نیومده باشه رفته باشیم پیش دکتر بگیم زبانم درد بکنه یک قرصه بده یک پیچکری بکنه ولی استاد تو... زبان دلهای بسیار به درد میاره بله خوب. دل رو میشکنه اما این رقم نیست که خودی رو به درد بیاید اما دندان خودی و زود خراب میشه با که چیه؟ سفته گفت درشتی عمر را کوتاه میسازد ملایم شو زبان از نرمی خود پیش بیند مرگ دندان را واعظ اگر نرم و ملایم صحبت بکنه حرفی و به دل میشینه <تصح> <تصح> گاه برف که میباره این برف بسیار سریع و ضربی به زمین مینشینه لذا زود آب میشه زود وا میشه نه بله اما اگر آهسته آهسته نرم نرم باره بعد از ده دقیقه نگاه میکنی تمام زمین سفید شده سخنم اگر نرم و ملایم باشه به دل مردم میشینه این اولا و ثانیا جزء آداب و موعظه اینه که طرف رو انسان شخصیت بده لغمان وقتی داره فرزند خور نصیحت میکنه میگه یا بنی یا بنی یعنی عزیز من هستی من زندگی من همه ی وجود من یک پدر وقتی که با این ادبیات به فرزند خود یک امر و نحیه بکنه با همین کلمات زیبا فاخر دلنشین حتما حتما فرزند و... فرزند و میپذیره فرزند و میپذیره و سیره بزرگان هم همینه سیره بزرگان همینه حضرت یوسف خورد سال بود خوابی دید آمد صبح پیش پدر خواب خورد تعریف کرد که یا البته انی و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت لی ساجدین پدر جان دیشه خواب دیدم که ماه و خورشید و یازده تا ستاره دارن به ما سجده میکنن خب نها کنین <تصح> حضرت یعقوب پیغمبره بزرگ ساله کون ساله اما چقدر زیبا چقدر با شخصیت دادن به فرزند داره با او صحبت میکنه اولا حرف پسر رو میشنود خواب پسر رو که تعریف کرد دل مده حضرت یعقوب و بعد بهترین راهکار رو هم به او میایه مطرح میکنه فمودی آبونه لا تقصص رو یا که حالا اخوتک فیکی دولکه کیدا عزیز من، هستی من، زندگی من، نور چشم من این خوابی که دیدی برای تعریف کردی اما نشه بشینی پیش برادراخو اول تا آخر این خواب رو بگی بری تو نقشه های شومی میکشن کار به جایی برسه که بعدها بسراین که یوسف از گرب چون کند ناله که به چاهش برادر بله خب حضرت یعقوب چقدر زیبا حرف فرزند و شنید و چقدر زیباتر راهکار عملی بری و داد یعنی شخصیت دادن یک پدر به یک پسر حضرت ی... اس... ابراهیم علیه السلام خواب میبینه که فرزند دلبند و خورداره میکشه سر میبره سه شب ای خواب رو دید اسماعیل رو صدا کرد و بعد چقدر زیبا بری میگه یا بنی ای اینی ارافل منام انی از بخوک. فنزور مادات رو عزیز من هستی من نور چشم من پدر جان من خواب دیدم که دارم تو رو میکشم چکار کنم پدر نکنه میخواد او رو بکشه پدر میخواد فرزند خور بکشه اما باز داره بوچکار میکنه شخصیت مده این همین است که باید از جانب پدر از جانب بزرگتر به فرزند شخصیت داده بشه خب حالا شاید به ذهن بیاد اینا فرزند اینا پیغمبر بودن خود نام پیغمبر بودن این رقم زیبا دارن با فرزند صحبت میکنن ما در قرآن سوره یهود داریم که حضرت نوح پیغمبر با فرزند مشرک خو همین رقم زیبا صحبت میکنه یا بنی ارکب معنا ولا مع الکافرین اینو نوح نبی داره میگه به فرزندی که او مسخره میکرد به پسری که نام او کنعان است بعد از اینکه گفتم بیا سوار کشتی شو گفت میبرایم بر سر کوه مشید منت من نوح هم چرا باید کشی بله اونجا مرا نجات ای هم این همینه ادبیات وعظ و ارشاد و موعظه همانطور که زبانی و زبان ملاطفت و ملایمت بود این ادبیات تو اما با تکریم و شخصیت دهی هست لغمان همین کار رو میکنه لذا ها کنین وقتی که قرآن شروع میکنه نصایح لغمان رو یک به یک مطرح کردن نه. بگه یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلمون عظیم عزیز پدر نور چشممه هستیمه دل بندمه نشه با خدا شرک ببرسی هم ملاطفت در کلام داره و هم شخصیت بخشیدن به فرزند داره یا بنی اقیم السلات و امر بالمعروف یا بنی انها ان از قال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض یعتبه الله این دو تا نکته رو باید انسان حتما در وعظ و ارشاد و موعظه مد نظر بگیره <تصفح> چون هدف از وعظ و ارشاد تربیت کردنه و در مباحث تربیتی او چیزی که بسیار مهمه اینه که گفت لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود سعدی میگه اگر می جذب کنی مردم رو یک راهی و محبت کردنه اگر دل مردم رو می فتح کنی و قلعه دل مردم رو تسخیر کنی این قلعه ای دل مردم زمان تسخیر میشه که تو به اونها مهر ببرزی محبت بله. کنی با یک زبان نرم بله. و لغمان همه کار رو میکنه انشالله بسیار این مسئله استاد موضوعات بسیار جذاب زیبا و عالی و کاملا هر تک تکش درس های خیلی خوبی <تصفح> اگر در صورت ما مراعات بکنیم این مورد در زندگی رعایت بکنیم کمتر از سه دقیقه استاد وقت داریم حالا موردی مهم مانده اشاره بکنین یا که وارد موعظه های جناب لغمان و پسرش بشین بله عرض کردم که خب ادبیات و را حتما از جانب واعظ چون موعظه یک فرایند تربیتیه یک مقوله بله. و در امور تربیتی هم حتما این شخصیت دهی باید باشه من اجازه ندارم اگر یک واعظ شدم اگر قرار شد من دوم رو بیام پند و اندرز بدم نصیحت کنم بعد اون اقراض شخصی رو انسان بیاید دنبال کنه چون قرار از تربیت بشه نکه سرزنش بکنیم چون قرار است تربیت بشه باید در کنار این تربیت حتما حتما انسان از چشنی مهر و محبت استفاده کنه مهر. شما موعظه بکنید اما بدون مهر موعظه بکنید بدون محبت موعظه بکنید اما نه با زبان نرم و ملایم اینجا که متاسفانه یک مقداری موعظه با تعییر و به تعبیر دیگر به تعبیر فارسی سرزنش کردن آمیخته میشه یک درصد امکان تاثیر پذیریش وجود نداره قطعا نیست قطعا نه تنها قبول نمیکنن و حرف انسان رو نمیپذیرن که واکنش نشون بدن و حرفایی که عرض کردم که میاین جبه گیری میکنن یک قسمتی به خاطر همینه چون اون واعظ خود رو بالاتر از من میبینه تحکم داره نسبت به من میکنه این کار رو بکن ای کار رو نکن این حرف بزن این حرف رو, ای رو ترک کن ای بسا اون ملاتفت که دیده نمیشه خشونت رو آمده در کلام خو جای داده لذا انسان نه تنها قبول نمیکنه که واکنش هم نشان میده بسیار عالی استاد تشکر خیلی موارد خوب و جذابی بود امیدوارم که انشالله خدا ما را به صورت با که هم بتانیم موعظه‌گر خوب با آداب و فرهنگش باشیم و هم موعظه را با خوبی گوش بدیم انشالله خیر سلامتی بالاخره راهتان باشه استاد تشکر از حضورتان انشالله که سلامت باشید ای برادر گر خرد داره تمام نرم و شیرین گویی با مردم کلام بیننده های عزیز گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه این به وقتی بیداریک تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه را بر لای پاک بیم تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار <applause>